رو مریسه در ترکله و امسار بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب اتل صاحب، همکاران محترم تکنیکیتان و تمام هموطنان عزیز ما که امروز از تلویزیون ملی ما بیننده هستند. تشکر، بخیر خلاله ان شاء الله. سلامت باشید. عمری صاحب راځي لګ تازه د بازار نو وای چې څنګه دي نرخونه د بخا په سیر باندې هم هغه سلور دی راخته شي وي دي څه خبرې دي بازار؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ما خدمت شما عرض بکنم که خب یک دو هفته یا سه هفته قبل که قیمت دلار به بسیار حد بالا بلند رفت، یک قسمت مواد خوراکی بلند رفته بود، ولی دوباره بعد از دو سه روز حالت کاهش به خود گرفته و فعلا نرخا تقریبا به نرخ یک ماه یا دو ماه قبل است. یعنی 2000 از آرده که به 3400 رسیده بود به 2400 2500 است، آرده که به 3000 رسیده بود به 2200 2200 است. و تا یک هفته قبل هم وضعیت بهترتر از این بود، ولی شما میفهمین که ما یگانه منبع او وارداتی هارد از کشور قزاقستان است و خشونت هایی که در قزاقستان و مشکلاتی که برای خود مردم قزاقستان پیدا شده، این باز تاثیر بسیار منفی کرد تر بازار ما. و قرار آخرین اطلاعی که ما داشتم دیروز فیتون تا 30 دلار هم قیمت ها دوباره بلند رفته بود، ولی انشاءالله ما ذخیره زیاد داریم، مواد زیاد وجود داره. مشکل ما قبلا هم گفتیم خدمت شما ما مشکل قطعی نداریم، ولی مشکل قیمتی فقط سببش خود ارز خارجی یا اسعار خارجی و منابعی که بر ما مواد میرسانن اونا هستن. تقریبا 10 روز قبل یا 15 روز قبل ما یک جلسه داشتیم با وزیر تجارت کشور قزاقستان که به دعوت وزیر تجارت امارات اسلامی افغانستان به کابل دعوت شده بودند و اینا یک تیم بسیار بزرگی از تاجران مواد خوراکی را با خود آورده بودند که در هتل کانتیننتال یک روز مکمل ما همراهشان صحبت ها داشتیم و اونا تعهد کردن، چون امسال اونا هم مشکلات خشکسالی و بعض مشکلات دیگه داشتن، اونا تعهد کردن که در سال آینده ما سر قیمت های که بر افغانستان صادر میشه یک توجه خاص میکنیم و یک قیمت که به حساب یک پایانتر برای افغانستان در نظر میگیریم. امیدوار به این هستیم که با این تفاهمنامه که امضا شده در سال آینده این تاثیر بسیار مثبت بکنه. عمر صاحب، پر اسانیم که دست ریپورتونه یا خبرونه نشر شوی چی قزاقستان ویلی چی افغانستان ته به وړه چې کوم دی وی دا به 150 افغانۍ باندې ورکوي، آیا دا خبره رښتیا ده که نه؟ ما خدمت شما عرض بکنم، یکی مسائل فیسبوکی هست، یکی تجارت است. تجارت به شکل قانونی هست، درست، و نرخ بازار اتنی است که از دید مردم دور بانه، از دید دولت دور بانه. وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، خود رهبری امارت اسلامی همه اگه در جریان هستن که خرید در اونجا چند است و چند مصرف میخوره و فروش چند میشه. ما خدمت شما عرض کردم که ما در جلسه که با وزیر تجارت قزاقستان داشتیم روی تمام مسائل صحبت صورت گرفت که اونا با چند فروش میکنن، تجارایشان فعلا چند بر ما در اختیار تجارای ما قرار میدن، چقدر مصارف میشه. حتی ما سر کاهش مصارفش صحبت کردیم که به چی شکل میشه که ما همی از اینها رو کم بسازیم تا قیمت مواد خوراکی در افغانستان پایان بیاد. یک بخش بعض افراد و اشخاص هستن به خاطر مخشوش ساختن ذهن مردم دست به تبلیغات فیسبوکی میزنن، ولی واقعیت نداره. خب ولی سب یو بل مهمه پختنه داده چې یعنی ډیر افغانستان سره ډیر بشری مرستې کیږي چې پاغي کې غوړیم شامل دي او ډیر خوراکي توکي دي، دا تاثیر نه لري په بازار باندې که څنګه؟ تاثیر داره، تاثیر داره. ما خدمت شما عرض بکنم یکی از گپایی که وزیر تجارت قزاقستان بر ما در او جلسه گفت، گفت شما نرخ را که فعلا ما نرخ را که ما از تجارای خود پرستان کنیم و در افغانستان فروخته میشه، این پایانتر از نرخ است که ما در قزاقستان بر شما میدیم. یعنی به معنای ازی است که مال بوده که کمک هایی که برای افغانستان شده این مالا حال زیر قیمت فروخته میشه، زیر قیمت فروخته میشه. این تاثیر بسیار زیاد داره. چرا؟ سیستم بازار سیستم عرضه و تقاضا هست. زمانی که تقاضا زیاد باشه قیمت واضح هست بلند میره، وقتی که تقاضا پایان بیه خودش خود به خود نرخ پایان میره، چون خریدار وجود نمی داشته باشه. هر قدر که کمک های جامعه جهانی زیادتر شوه، خصوصا برای مردم فقیر که توان خریداری ندارن و به خصوص برای کارمندای دولت که اینا یک معاش ثابت دارن، برای اینا هر قدر مواد زیادتر توزیع شوه اینا دست از خرید بازار میکشن. وقتی کشیدن خود به خود نرخ پایان میره،
و این سر بازار تاثیر بسیار مثبت داره. عمری صاحب بالاخره چی شه کومه نسخه ده چې افغانستان کې د خوراکي توکو او د خلک چې مشکلات سره لاس او گریوان دي بالاخره دې ته ولا لار پیدا شي تر څو خلکو کول شي ډیر په اسانۍ غونې د پخوا غونې لاړ شي د خپل هغه د پام وړ خوراکي توکي چې دی هغه وپلوري څه کول په کار دي هغه بنسټیز کارونه څه شی دی چې باید ورته وشي؟ ما خدمت شما عرض بکنم جناب اتل صاحب که این ارتباط داره به وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی یک کشور. ما فعلا یک کشور مصرفی هستیم، از دیه چک نیست، متاسفانه تمام مواد ما از کشور خارج میه. یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی موضوع خودکفایی ما هست. باید در بخش زراعت سرمایه گذاری های بسیار هنگفت صورت بگیره. ما زمین داریم، باید به شکل اجارهی بر کشورهای بر مردم ما داده شود که اینا کشت زراعت بکنن. شما مراجعه بکنین به این قزاقستان و به ازبکستان و بعض کشورهای آسیای میانه که در همسایگی ما و شما قرار دارن، اینا دولتشان زمین ها رو به بسیار شرایط آسان در اختیار مردم قرار داده و اینا کشت میکنن. باید راهکارهایی که ما بتونیم خود به خودکفایی برسیم که دست ما از کشورهای همسایه و از کشورهای خارج کوتاه شود. تا زمانی که ما به خودکفایی نرسیم مشکل است که رای حل برش پیدا بکنه. ده خوب په وګد محاله کې سیده د دې لپاره به یو پلان ونیو. پلان محاله کې څه کول پکاره چې مستقیما زره غیزو کې او خلکو ته باندې تاثیر وي. خب د کوتاه مدت ما خدمت شما عرض بکنم، ما در جلسات قبلی هم یک گپ یاد کردیم و از طریق تلویزیون شما یکی از مشکلات عمده مسئله بسدود بودن بانک ها هست. پول انتقال نمیافه، سیستم بانکی کاملا متوقف است، تجارا پیسایی که دارن اونا را نمیتونن انتقال بدن. تجارت بین دو کشور به شکل قانونی باید باشه، نه به شکل حواله و غیر قانونی. چرا که هر کشوری که دادم ستود تجارتی میکنه باید از طریق بانک باید بکنه. متاسفانه سیستم بانکی ما و شما بسته هست. 25% پول که از طریق سیستم بانکی افغانستان به کشورهای او هم در مورد مواد خوراکی انتقال میفته و کفایت نمیکنه و این یکی از مشکلات عمده و اساسی است که باید مشکل خود دغه شی وکنه و کول شي چې سوداګر خپل پیسې په قرار فقط 25% پول خو 25% چې په بانک ولري هغه بسیار و دغه به شکل حواله و به شکل حواله مال مشکلات زیات است. دیگه به او خاطر یکی از مشکلات و چالش های بسیار عمده و اساسی نه تنها در بخش مواد خوراک، در مجموع بخش اقتصادی افغانستان است. تاسو دغه سره د اسلامي امارات مشرتابه سره مشرانو سره بعد من ناسی لرلی په دې تړاو باندې هغه اوس ډاډ درکړی دی په دغه برخه کې چې څه کوي څه پروګرام لري؟ ما خدمت شما عرض بکنم که ما جلسات متعدد با رهبری امارت اسلامی افغانستان داشتیم، با مولوی صاحب کبیر مشکل یادآوری کردیم، با مولوی صاحب بنفی، با وزیر صاحب تجارت هفتوار ما سروی این مسائل جلسات داریم و اونا وعده ها کردن. متاسفانه که سیستم بانکی افغانستان تحت تاثیر سیاست های خصمانه کشورهای خارج قرار گرفته و تا زمانی که ما نتونیم با امارت اسلامی تعامل بکنند کشورهای خارجی، یه در مشکلات وجود داره که ما امیدوار به این هستیم که همین نشست هایی که وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان با کشورهای خارجی داره این رو بتانه این مشکلات حل بکنه. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره یو پلاوی ایران ته پرون تللی دی. د ایران سره هم موږ ډېرې دغه سوداګریزې اړیکې لرو. په کومو مهمو موضوعات دي چې ایران سره پرې باید بحث وشي تر څو تاثیر په افغانستان باندې وشي؟ خب ما خدمت شما عرض بکنم که دو موضوع عمده و اساسی هست در تجارت. یکی تجارت هایی است که ما به شکل بزرگ داریم، روی سرمایه گذاری هایی که مثلا در مورد معادن باید سرمایه گذاری شود، در مورد پروژه های بزرگ معادن باید کار شود. یکی موضوع تجارت های کوچک هست که مواد خوراکی و مواد روزانه از کشور ایران به افغانستان میاد. روی هر دو مسئله ما هفته گذشته که وزیر صاحب تجارت بحث داشتیم، نظریات خود ما برشان گفتیم. کشور ایران علاقمند است که یک سلسله تسهیلات در بخش تجارت و کاروبار اقتصادی با افغانستان صورت را بیاره. ما پیشنهادات خود که در چند صفحه بود بر خدمت وزیر صاحب تقدیم کردیم، نه تنها ما که بخش اتاق تجارت، اتاق صنعت، اتاق زراعت
و به نمایندگی از سکتور خصوصی دو نفر از اتاقا هم در اونجا اشتراک کردن که مومن صاحب ما اون اتاق تجارت است و پیمان صاحب ما اون اتاق معدن و صنایع. روی مسائل عمده و اساسی بحث ما مواد خوراکی و نفت و گاز است که ما بتانیم راه های بدیل مواد خوراکی و نفت و گاز پیدا بکنیم. چرا یکی از بحث های ما در جلسات این بود که ما باید آهسته آهسته تنها از قزاقستان نه بلکه از ازبکستان بتانیم مواد خوراک را که قیمت شرزان تر باشه برای ما به اختیار ما قرار بدن، از روسیه بتانیم مواد خوراک را بخوایم و همچنان از طریق ایران بتانیم مواد خوراک را بخوایم، چیزایی که اونها در اختیار خود دارن، و یا کشورهایی که همجوار با ایران هستن که مصارف کمتر باشه، هزینه‌هایش کمتر باشه و اونها از طریق ایران انتقال داده شه که ما بتانیم برای مردم یک مواد خوراکی رو با قیمت پایانتر و هزینه کمتر برسانیم. چرا یکی از مسائل عمده و اساسی روی قیمت ها مسئله هزینه هاست. از بسیاری کشورها مثلا اگر ما مواد خریداری بکنیم، طور مثال اگر شما آرد هر قدر بخواییم برازیل براتان میده، ولی مصارف که از برازیل تا به افغانستان باید دو چند سه چند، ولی ما میتونیم که به عوضش از هندستان بخوایم، ولی برای از هندستان مواد خواستن باز هم مشکلات سیاسی خود داره. روی از این بحث ها کشور ایران یکی از کشورهایی است که هم در همسایگی ما قرار داره و هم ارتباط داره با بحر و بنادر بسیار مهم استراتژیک. با این بحث شده که ما بتانیم از کدام کشورها با کدام سهولت ها مواد خوراکی را وارد کنیم. پرته ایران له ایران دا ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه، یعنی په قزاقستان نه ورخوا نور کوم هیوادونه دي چې مونږ کولی شو چې هغوی سره تجارتي راشه درشه ولرو تر څو دلته په افغانستان کې بازار هم کنټرول شي او د افغانانو لپاره ښه هم اوسي. ما بحث هایی که داشتیم با تجارای بزرگ که در این رشته کار میکنن، یکی از گزینه ها میتونه که کشور روسیه باشه. صحیح. ما با جانب قزاقستان صحبت ها در این مورد صورت گرفت که اگر شوه ما مصارف را که کشور قزاقستان به ارتباط عبور خود از خاک خود به افغانستان اینو میگیره، همین پول یا بسیار کاهش بده و یا بر یک مدت زمانی پول نگیره که ما مستقیم بتانیم مثلا از روسیه جنس خریداری بکنیم راستن به افغانستان انتقال بدیم و یک 50 یا 70 دلار که مصارف اضافی سر از اون میاد اونا رو یک پول ناچیز اونا بگیرن. چرا تجارایی که جنس میخرن از روسیه انتقال میتن میارن به قزاقستان و از قزاقستان انتقال میتن میارن به افغانستان، اونا یک 50-60 دلار در فیتون شاید مفاد بگیرن نظر به گپی که در جلسه یاد شد. ولی ما سر از این گپ بحث داریم که فعلا که اگر بتانیم در نشستای آینده که همین مفاد کاهش بدیم، جانب روسیه مواد خود بر ما بتن و مستقیم ما انتقال بتیم بیاریم که یک 50 یا 60 دلار در فیتون اگر در قیمت ها کاهش پیدا بکنه این بسیار باز چی است بر ما تاثیر گذار است. و همچنان وعده که خود کشور قزاقستان کرده این هم بر ما بسیار مهم است که اگر در دو ماه بعد یا سه ماه بعد که اگر وضعیت امیدوار به این هستیم که وضعیت سیاسی در قزاقستان دوباره حالت عادی خود بگیره که اگر با مو وعده کردن اگر استادگی بکنن شاید ما در فیتون 30-40 دلار در قیمت ها ما کاهش داشته باشیم. عمری سیبیا بل شداد چکل دالل لوار شو نرخونه ورسر لوار لار روڑی وزن چکمو روڑی نرخ هم لوار لارو وس هماغه د وړ بیر تر ارزان شوی دی خو ډوډۍ چې کومه دا و چې هغه ماغه نرخ باندې خرڅیږي وزن بیخي کم دی دا ولی نه ما خدمت شما عرض کنم د مورد وزن نان شما د جریان بودین که یک روز کار بسیار زیاد بلند رفت، ما یک به خاطر اینکه نون ویا بسته نشه مردم فقیر و بیچاره هستن، هم یک نان خشک کومید دارم نان خشک از پیشان گرفتن شما عاجل یک اقدام کردیم و قیمت نان به 15 افغانی تعیین کردیم و نان جوره‌ای را 20 افغانی و نان وزن نان باید یک 200 گرامی بود 15 افغانی بود. خب برای دو روز بعدش وقتی کار دوباره پایان آمد، اثار پایان آمد، ما دوباره اقدام کردیم پس نان وزن نان به 140 گرام و 10 افغانی تعیین کردیم. خب همی اوزای دو روز همی هفته گذشته که قزاقستان یه در حالت خراب شد و من خدمت شما عرض کردم که در فیتون بین 30-40 دلار تفاوت ها وجود داره پس قیمت بلند رفت، همی هم سر وزن نان تاثیر خود گذاشته
هیچ نیست، ولی ما یک تیم کنترلی داریم هم از طریق اتحادیه خبازای شهر کابل و هم از طریق ریاست تنظیم مارکت های شاروالی کابل. ما سر این مسئله بحث کردیم، انشاءالله در هفته پیشروی داریم، ما تیم های کنترلی باز میبرن، چک کردیم، کنترل کردیم و در حدود 100 نانوایی را ما جریمه کردیم از طریق شاروالی کابل و چندین خبازی بسته شده، مسدود شده. این کار جریان داره. دمی هفته ما یک کمیته تحت نظر جناب نومانی صاحب معین شاروالی کابل به نام کمیته جلوگیری از احتکار و قیمت یا گران فروشی هم ایجاد شد که به اساس حکم رئیس الوزراء این کمیته ایجاد شده که نماینده های سارنوالی، امنیت ملی یا استخبارات، وزارت امور داخله، شاروالی کابل، اتاق پیشوران، اتاق تجارت و دیگر نهادهای مسئول در این شامل شدن. این کمیته هفته یک روز معذف است که خودشان گزارش امید گروپ کنترلی را بشنوند و امشالله در این وضعیت نه تنها در قسمت نان، در بسیاری بخشای دیگر امشالله تغییرات خواهد آمد. خب یه روسته پختنه داده چی پا وایلو که چیز دمی امارات افغانستان ترال نجمنی سوداگر سره وشو چی مالیات برا کمیگی در دکانون و کراغان برا آیا پا دقا برخه که دقا شوه ده کنه کار شوه ده کنه؟ جناب عطل سر متاسفانه در این مورد ما فعلا هیچ دستاورده نداریم. یکی از گپای بسیار عمده و اساسی که ما بارها با مسئولین امارت اسلامی افغانستان ایره یادآوری کردیم، حالا هم از طریق تلویزیون شما یادآوری میکنیم، در تمام جلسات گفتیم وضعیت کاروبار فعلا در حالت خوب نیست. متاسفانه ما تشبثات کوچک از دست داده میریم، بخشای تولیدی کوچک ما کاملا متوقف شده. مثلا ما بر شما بگویم که ما امسال 20% فروشات بخش بخاری و بخش علبی سازی نداشتیم. چرا مردم توان خرید نداشتن و کسایی که داشتن هم داشت یا بخاری های کنه خریدن نتانستن، هم چیزایی که تولید شده بود کلش مان. در بخش آینگری هم ما دالت از بین رفتن هستیم. در بخش بودوزای ما در حدود 50 دزگاه بودوزی را دستای جویشیر برشان جای گرفته بودیم، اینا فعالیت داشتن، روزانه فعالیت میکردن، در حدود 500 نفر در او کار میکرد. متاسفانه که متوقف شده فعالیتشان و این ناشی از همین دو موضوع هست. یکی کرایه جایداد بسیار زیاد بلند است، بسیار زیاد بلند اما آقا پخواب سابق و بسیاری مارکت هایی که یک قسمت مردم که از وضعیت درک کردن، مردم خود درک کردن، اونا یک قسمت خودشان کرایه خود پایان آوردن، ولی اکثرا مارکت ها کرایه پایان آوردن و کرایه جایداد های دولتی قطعا پایان نامد متاسفانه. و دوم موضوع مالیات است. مالیات که 5 سال قبل که وضعیت کاروبار خوب بود، حالت خوب بود، مردم میتونست مالیات رو بپردازه، حالا هم همون مالیات است. حتی در بسیاری موارد ما چی داریم که در بسیاری ولایات ما مالیات اضافه ساختن، در پولی از اینکه مالیات کاهش ندادن مالیات اضافه ساختن، که در این مورد هم ما با مسئولین فعلا هم به ارتباط هستیم. دیروز هم همراه رئیس بهوای صحبت کردیم. اسلامی امارات و مشرحان و سرم کتیل اگوی سوی پا دیارد؟ خب اونا وعده میتن. خب یک تیم که مربوط به مسائل مالیاتی و عویداتی دولت است، اونا سرش کار میکنن، ولی متاسفانه که نتونستن تا بال سرش یک تصمیم درست بگیرن. اگر تصمیم نگیرن وضعیت کاروبار به می شکل باشه، مردم تا توان پرداخت کرای دکان نداشته باشن، از مالیات فرار میکنن. یک چیزی که وجود داره که ما همیشه برای مسئولین میگیم، مالیات وقتی که شما در جیبتون پول نداشته باشین چی رو میپردازین؟ چیزی که قابل پرداخت باشه باید تثبیت شوه. وقتی قابل پرداخت نباشه چی رو باید بپردازه؟ خب بالاخره در طول خبر سر بیره دست ده هیلمنده ای کم ترک شته چه پخیر هیلمندی بدی نوی کال که یا میاش روسته یا دو میاش دی روسته دست یا چیه لرو کنن لرو؟ خب تلاشا جریان داره. ما امیدوار هستیم، ما هیچ وقت ناامید نمیشیم. افغانستان در تای 40 سال جنگ مشکلات زیاد دیده. ما امیدوار هستیم که ما باز هم از این وضعیت فعلی برایم و یک حالت عادی را دوباره به خود بگیریم. دیر مال نکوم مریس افتاسی در راتاگ ناستاسی لطوزیحات رو خوشحال و سیم. تشکر جناب. دیر مال نکوم.